لوقا فصل 19. عیسی وارد اریحا شد و از میان شهر میگذشت. مردی در آنجا بود به نام زکا که سرپرست جزیه گیران و بسیار ثروتمند بود. او میخواست ببیند که عیسی چه نوع شخصی است، اما به علت کوتاهی قامت و ازدحام مردم نمیتوانست او را ببیند. پس پیش دوید و از درخت چنار بالا رفت تا او را ببیند، چون قرار بود عیسی از آن را بگذرد. وقت عیسی به آن محل رسید، به بالا نگاه کرد و فرمود: ای زکا، زود شو پایین بیا، زیرا باید امروز در خانه تو مهمان باشم. او به سرعت پایین آمد و با خوشرویی عیسی را پذیرفت. وقت مردم این را دیدند، زمزمه نارضایی از آنها برخاست. آنها می گفتند: او مهمان یک خطاکار شده است. زکا استاد و به عیسی خداوند گفت: ای آقا، او کنون نصف دارایی خود را به فقرا می بخشم و مال هر کسی را که به ناحق گرفته باشم چهار برابر به او پس می دهم. عیسی به او فرمود: امروز رستگاری به این خانه روی آورده است، چون این مرد هم فرزند ابراهیم است، زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را پیدا کند و نجات دهد. عیسی چون در نزدیکی اورشلیم بود، برای کسانی که این سخنان را شنیده بودند مثله آورد، زیرا آنان گمان می کردند که هر لحظه پادشاهی خدا ظاهر خواهد شد. او فرمود: ارباب سفر دور و دراز به خارج کرد تا مقام پادشاهی را به دست آورد و بازگردد. اما اول 10 نفر از غلامان خود را خواست و به هر کدام 1 سکه طلا داد و گفت: تا بازگشت من به این پول خرید و فروش کنید. هموطنانش که از او دل خوش نداشتند، پشت سر او نمایندگان فرستادند تا بگویند: ما نمی خواهیم این مرد بر ما حکومت کند. پس از مدت او به عنوان فرمانروا مراجعت کرد و دنبال غلامانی که به آنان پول داده بود فرستاد تا ببیند هر کدام چقدر سود برده است. اولی آمد و گفت: ارباب، پول تو 10 برابر شده است. جواب داد: آفرین، تو غلام خوبی هستی، خودت را در امر بسیار کوچک درست کار نشان داده ای و باید حاکم 10 شهر بشوی. دومی آمد و گفت: ارباب، پول تو 5 برابر شده است. با او هم گفت: تو هم حاکم 5 شهر باش. سومی آمد و گفت: ارباب، بفرما، این پول تو است. آن را در دستمال پیچیده کنار گذاشتم. از تو می ترسیدم، چون مرد سختگیری هستی. آنچه را که اصلا نگذاشتهی بر می داری و آنچه را که نکاشتهی درو می کنی. ارباب جواب داد: ای غلام پس نهاد، ترا با حرفهای خودت ملامت می کنم. تو که می دانستی من مرد سختگیری هستم، که نگذاشته را بر می دارم و نکاشته را درو می کنم. پس چرا پول مرا سر سود ندادی تا بتوانم در موقع مراجعت آن را با سودش دریافت کنم؟ به حاضران گفت: پول را از او بگیرید و به غلامی که 10 سکه دارد بدهید. آنها جواب دادند: اما ای آقا، او که 10 سکه دارد. او گفت: بدانید هر که دارد بیشتر به او داده می شود، و اما آن کسی که ندارد، حتی آنچرا هم که دارد از دست خواهد داد. و اما آن دشمنان من که نمی خواستند بر آنان حکومت نمایم، ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید. عیسی این را فرمود و پیشتر از آنها راه اورشلیم را در پیش گرفت. وقتی که به بیت فاجی و بیت انیا واقع در کوی زیتون نزدیک شد، 2 نفر از شاگردان خود را با این امر روانه کرد: به دهکده روبرو بروید، همین که وارد آن شدید، کرعلاغی را در آنجا بسته خواهید دید که هنوز کسی بر آن سوار نشده است. آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی پرسید چرا آن را باز می کنید، بگویید خداوند آن را به کار دارد. آن 2 نفر رفتند و همه چیز را همان طوری که عیسی گفته بود دیدند. وقت کرعلاغ را باز می کردند، صاحبانش پرسیدند: چرا آن کره را باز می کنید؟ جواب دادن: خداوند آن را به کار دارد. پس کره اولاغ را پیش عیسی آوردند.
بعد لباسهای خود را روی آن کره الاغ انداختند و عیسی را بر آن سوار کردند و همین طور که او می رفت جاده را با لباسهای خود فرش می کردند. در این هنگام که او به دامنه کوی زیتون نزدیک می شد، تمامی شاگردان با خوشی برای همه معجزاتی که دیده بودند با صدای بلند شروع به حمد و سپاس خدا کردند و می گفتند: چند نفر فریسی که در میان مردم بودند با او گفتند: ای استاد، به شاگردانت امر کن که خاموش شوند. عیسی جواب داد: بدانید که اگر اینها خاموش بمانند، سنگ‌ها به فریاد خواهند آمد. عیسی به شهر نزدیکتر شد و وقت شهر از دور دیده شد، به خاطر آن گریه کرد و گفت: کاش که امروز سرچشمه صلح و سلامتی را می شناختی، اما نه، این از چشمان تو پنهان است و زمانی خواهد آمد که دشمنانت به مقابل تو سنگربندی خواهند کرد و به دور تو حلقه خواهند زد و تو را از همه طرف محاصره خواهند کرد و تو و ساکنانت را در میان دیوارهایت به خاک خواهند کوفت و در تو سنگ را روی سنگ دیگر باقی نخواهند گذاشت. چون تو وقت دیدار پرفیض خدا را درک نکردی. بعد از آن عیسی وارد خانه خدا شد و به بیرون راندن فروشندگان پرداخت و گفت: نوشته شده است خانه من جای عبادت خواهد بود، اما شما آن را خانه دزدان ساخته اید. همه روزه عیسی در خانه خدا تعلیم می داد و سران کاهنان و ملایان کوشش می کردند که با کمک بزرگان شهر او را از بین ببرند، اما دیدند که کار از دستشان بر نمی آید، چون عامه مردم با علاقه زیاد به سخنان او گوش می